برام خداوند بخشاینده و مهربان درود بر شما خوش آمدین به سنترال افغانستان توجه تان جلب میکنم به مهمترین خبرهای امروز 13 جون 2024 میلادی برابر با 24 جوزای 1403 هجری شمسی اما چه در این سرویس خبر تقدیم میتان میشود هزار روز شدن رنج دختران افغانستان در پی محرومیت از آموزش رهبر طالبان با نشر اعلامی اما میگوید که حقوق شرعی همه داده شده است جبهه آزادی افغانستان میگوید که یک طالبان را در ولایت کابل کشته است و طالبان در ادامه محدودیت بر زنان افغانستان این بار استخدام معلمین زن در مکاتب ولایت غزنی را متوقف کرده است و ادعای قتل یک زن و نواسش در ولایت غور توسط عضو طالبان و چند خبر دیگر دوستان گرامی اگر در یوتیوب تا بال افغانستان را دنبال نکردین لطفاً سابسکرایب کنین و اگر در فیسبوک برین دسته و است به اشتراک بمانید رنج محرومیت دختران افغانستان از آموزش هزار روزه شد هزار روزی که برای دختران و والدین هر روزش مثل یک سال می گذارد والله رهبر گروه تروریستی طالبان ما می که حقوق شرعی همه داده شده است و عدالت در افغانستان نیز برقرار است شمار شهروندان کشور و نهادهای حقوق بشری با نشر مطالب و اعلامیه های این رنج را مصیبت بزرگ می دارد و میگویند که جبرانیان سالها را در بر خواهد گرفت و برخی شهروندان کشور حتی به این باور است که این ضرر که طالبان بر پیکر معارف افغانستان وارد کرده است هرگز جبران نمیشود. رهبر طالبان ما آه و ناله این ملت و دختران محروم از آموزش را نادیده گرفته و در پایام ایدیش گفته است که حقوق به امتیازات شرعی همه تأمین و مردم نیز خوشحال است در همین حال کاترین راسل مدیر اجرایی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف با نشر بیانیه به مناسبت یک هزار روزه شدن ممنوعیت آموزش دختران گفته است که حقوق کودکان به ویژه دختران نمیتواند در گروه سیاست باشد او هزار روز از ممنوعیت آموزش دختران را یک نقطه عطف و غمانگیز و نگران کننده توصیف کرده است و افزوده است که در این هزار روز معادل سه میلیارد ساعت فرصت آموزش برای دختران افغانستان از دست رفته است. مدیری اجرایی یونیسف گفته است که برای یک میلیون دختر این محرومیت سیستماتیک نه تنها نقص آشکار حق تحصیل آنان است بلکه منجر به کاهش فرصتها ها و بدتر شدن سلامت روان آنان می شود. و گفته مدیر اجرایی یونیسف تاثیر ممنوعیت آموزش دختران فراتر از خود آنان است و بحران بشر دوستانه جاری در افغانستان را تشدید میکند و پیامدهای جدی برای اقتصاد و مسیر توسعه این کشور خواهد داشت خانم راسیل افزود است که آموزش فقط فرصت را برای دختران فراهم نمی کند بلکه از آنان در برابر ازدواج زودهنگام، هنگام سوی تغذیه و سایر مشکلات صحی محافظت می و تاب آوریشان در برابر بلاهای مانند سل، خشکسالی و زمین لرزار که اغلب در افغانستان رخ میدهد تقویت میکند. اما در پیام ایدی منصوب به ملا حیبت الله رهبر پردنشین و نامعلوم طالبان که و هم امروز منتشر شده و در واقع پایم ایدی هست ولی به مناسبت اید منتشر شده اما در هزار روزگی محرمت دختران نیز مصادف شده است گفته شده است که با حاکم شدن این گروه حقوق شرع تمام اتباع افغانستان تأمین و محفوظ است این پیام در واقع همزمان با هزارمین روز بسته شدن مکاتب دختران در افغانستان پخش شده و خیلی ها به با این باور است که مولا هبت الله خواسته است به این نحو پیام واضح به مردم افغانستان داشته باشد که ممنوعیت آموزش دختران همیشگی است قابل ذکر است که از زمانی که وزارت معارف طالبان در سه حمل 1403 هجری شمسی از بازگشت دختران بالاتر از سنف ششم به مکتب جلوگیری کرد هزار روز می گذارد. سخنگوی و مقام طالبان در آن زمان وعده داده بودند که این ممنوعیت موقتی است و به رفع می شود اما هزار روز می و این رنج دختران افغانستان متاسفانه هزار روزه شد و در های مکاتب برایشان باز نشد در ادامه محدودت طالبان بر زنان در افغانستان این گروه روند استخدام زنان به عنوان معلم در مکاتب ولایت غزنی را متوقف کرده است به گزارش روزنامه هشت صبح به تازگی شمار داوطلبان در گفتگو با این رسانه تایید کرده است که گروه طالبان روز گذشته 24 جوزا از داوطلبان مرد برای استخدام در بحث معلمی امتحان رقابتی عرض کردند. ولی به زنان گفته است که تا امر سانی آن نمیتوانند که از زنان امتحان بگیرند و این دستور وزارت معارفشان هست یک خانم از ولایت غزنی و ولسوال ناهور که میخواستند در بست معلمی شامل امتحان رقابتی شود در گفتگوی با روزنامه هشت صبح تایید کرده است که گروه طالبان از آنان امتحان نگرفته و گفته است که بعد دستور وزارت معارفشان در ولایت غزنی از داوطلبان زن امتحان نمیگیرد و تا امر ثانی آنها باید منتظر باشند این منابع ما به این روزنامه تاکید کرده است که ممکن است این دستور طالبان همگانی باشد و بزودی روند استخدام معلمان زن در تمام ولایت ها متوقف شود هنوز مشخص نیست که واقعا این دستور همگانی هست یا تنها در ولایت غزنی اما طالبان در سه سال گذشته همواره دستور را از یک جای آغاز کرده و در نقاط مختلف افغانستان را عملی کرده و در واقع زنان را به صورت سیستماتیک از بدن جامعه حذف کرده است و هیچ شکی نیست که این بار زنان از استخدام در بسته های معلمی نیز محروم شود به تازگی رهبر طالبان تمام زنان کارمند در ادارات دولتی را معاششان را 5000 هزار تعیین کرده بود مهم نبود که شما در چی بستی کار میکنید جبهه آزادی افغانستان میگوید که در حمله نیروهایش بر یک پاسگاه گروه طالبان در کابل یک عضو این گروه را کشته و یک نفر دیگرشان را زخمی کرده است اینجا پبانشت اعلامی در اکس گفته است که این حمله حواله ساعت 8 دیشب چهارشنبه به سوم جوزا در چهار راهی تهی مسکن در حوزه چهارم شهر کابل انجام شده است. طالبان ما تا حال در مورد دای جبهه آزادی اصحار نظر نکرده است. عبدالعزیز سخی زاده مجری تلویزیونی آریانا نیوز روز پنجشنبه با نشر یک متنی در صفحه فیسبوکش گفته است که از سوی افرادی که خود را اعضای طالبان معرفی کرده بود لاتکوب شده است او گفته است که آنان دو نفر بودند و وی را لاتکوب کرده است آقای سخی زاده ما در مورد زمان و مکان این رویداد چیزی ننوشته است و طالبان و تلویزیون آریانا نیوز نیست تا به حال در این مورد اظهار نظر نکرده است سازمان صحی جهان میگوید که همزمان با نزدیک شدن عید قربان بیماری کانگو در افغانستان افزایش یافته است نمایندگی سازمان صحی جهان در افغانستان روز پنجشنبه 24 جوزا با نشر یک نوار تصویری هشدار داد است که بیماری تب کانگو که از حیوانات به انسان انتقال پیدا می در میان شهروندان افغانستان افزایش پیدا کرده است محمد عمر مشعل یکی از مسئولان این سازمان از شهروندان کشور خواسته است که در روزهای عید و کشتار مباشه بهداشت را رعایت کنند و خبر اخیرین که منابع مردمی در ولایت غور مدعی هستند که یک عضو طالبان و از افراد نزدیک به مولوی جابر بلوسفال این گروه برای بلوسفال علایار ولایت غور یک زن بیوه و 45 ساله و نوازش را به قتل رسانده و مقدار زیورات و همچنان یک میلیون افغان پول نقدشان را نیز گرفته است منابع از این خانم 45 ساله به اسم سید آن برده و میگوید که نوازش خورشید فقط 7 سال سن داشت این خانم بیوه با نواسش تنها در قریه درفتادهی در ولسوالی علایار زندگی میکرد و در همسایگی او یک عضو طالبان بود منابع میگن که این عضو طالبان خانم سعید ماه را در ماه رمضان سال جاری شب هنگام با نواسش از خانه بیرون و به قتل رسانده و تمام دارندارشان را نیز گرفته است و آنان را به شکل ای در داخل زمینش دفن کرده بود پیکر این خانم حدود 8 روز قبل توسط پسرش که تازه از ایران برگشته است کشف و پس از جمع کردن مردم اعضای طالبان از آنجا بیرون و دفن خاک شد آنها میگن که رد پای این خانم را پس از گم شدنش نزدیک خانه این به طالبان برده بودن از اونجا دیگر رد پایش مفقود بود و حالا معلوم شده است که او در زمین خود را آنان را دفن کرده بود آن این خانم به نزد والی طالبان در فیروزکو می روند تا در آنجا دادخواهی بتواند ولی گروه طالبان ما گفته است که شواهد کافی وجود ندارد که ما این پرونده را بررسی کنیم اما سوال اساسی اینجاست که این خانم چرا بیوه بوده و چرا عروسی نکرده است منابع ما میگویند که طالبان آنها را کاملا جواب کرده که این پرونده را بررسی نمی کند و اما سوال اساسی این نیست که چرا این خانم بیوه بوده سوال اساسی اینجاست که چرا این موضوع طالبان را کشته و حالا چرا مقام های طالبان این پرونده را بررسی نمی کند. از توجه با همراهیتون باز انترال افغانستان جهان سپاس تا درود دیگر بدرود سنترال افغانستان صدای مردم افغانستان